همه کارهای دست خانمای سرپرست خانوما رو در پوشش جمعیت عمومی همه ی عوارض. خانم طاهری، امروز در بنیاد پریا شما بازار بهاری وفا رو تشکیل دادید. این بازار بهاری وفا چی هست؟ یه سازمان اینجا ثبت کردیم در اونتاریو به نام دوستان پناهگاه حیوانات وفا از سال 2012. ما الان 11 ساله که داریم فعالیت میکنیم. فعالیتمون عمدتا فاندریزینگ، جمع‌آوری پول برای کمک به 2 پناهگاه حیوانات در ایران که اسمشون هست وفا، یکی هشتگرد، یکی قزوین، و اولین پناهگاه حیوانات در ایران هستن که 19 سال پیش توسط خانم فاطمه معتمدی بنیان گذاشته شدن. این پناهگاه ها با این گرونی های روزافزون ایران اصلا نمیتونن با دونیشن های مردم داخل بگذرن و حتما باید هموطنان حیوان دوست خارج کشور کمک کنن که بتونیم این پناهگاه رو اداره کنیم. ما 1800 تا سگ داریم تو 2 پناهگاه و فقط خرج غذای اینا واقعا یک چیز کمر شکنی هستش. حالا غیر از این که ما عقیم سازی داریم، دارو و درمان داریم، جراحی داریم و خیلی چیزای دیگه. پناهگاه ما آب نداره، برق نداره، ما آب رو باید بخریم، برقمون با موتور برقی که دائم خراب میشه، هر دفعه خراب میشه کلی پول تعمیرشه، و تمام این مشکلات و اینا باعث شده که ما اینجا بیشتر تلاش کنیم که بتونیم پول جمع کنیم برای اونا. و این بازار هم یکی از همون فعالیت های ماست. ما در کنارش گاراژ سل داریم و فعالیت های دیگه. در این پناهگاهی که در ایران هست چه نوع حیواناتی نگهداری میشه؟ ما فقط سگ داریم. اوائل دوربند داشتیم ولی اینا با هم زیاد نساختن، صدای سگ و گربه رو ناراحت میکرد، برای همین جدا شدیم دیگه. فقط سگ داریم و همین 1800 تا سگ. خب این سگا سگای بلگرد هستن یا سگایی هستن که افرادی دارن اینها رو رها میکنن؟ همش همه جوریش هست. ما البته به اونا نمیگیم سگ بلگرد، میگیم سگ بی خانمان، سگ پرسزن. بعد بیشتر اونا هستن که تصادف کردن، سرکارشون با پناهگاه میفته، یه آدم دلسوزی برندشون میکنه میاره پناهگاه که ما درمانشون کنیم. ولی جدیدا خیلی هم هستن که سگای خانگی هم رهاشون کردن یا میارن تحویل میدن، که البته ما واقعا ظرفیت دیگه نداریم. ولی ما الان 67 تا نژاد کوچیک داریم که مردم اگر میخوان اداپت کنن بهتره که به جای اینکه بخرم بیان از ما اداپتن که اینا هم خانه و زندگی پیدا کنن. خب چقدر این پناهگاه های وفا در ایران تبلیغ میکنن و مردم چقدر در داخل استقبال میکنن برای حمایت از اینجا، یا اینکه بیان سگ به هر حال از اینجا اداپت کنن؟ ما عمده تبلیغمون همین سوشال میدیامون هست، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و یوتیوب، فقط همینا هست و البته وبسایت هم داریم. ولی خب دیگه ما تمام توانمون رو برای تبلیغ تو اونجا میتونیم بزنیم، چون جای دیگه برای تبلیغ نداریم. نمیتونیم بنر تو خیابون بزنیم، نمیتونیم تو صدا و سیما تبلیغ داشته باشیم، برای همین ما مجبوریم از همینا استفاده کنیم دیگه. در حد توانمون میتونیم چیز کنیم و توانمون هم خیلی نیست واقعا. من 3 سال کانال یوتیوب رو انداختیم، هنوز 500 تا نداریم سابسکرایب. خب این استقبالی که در طول این 11 سال اینجا در شهر تورنتو شما فعالیت کردید چطور بود؟ آیا رو به گسترشه؟ حتما رو به گسترشه، حتما. ما تعدادمون بیشتر شده ولی اونجوری که باز فکر میکردیم نیست. ولی خب واقعا باید تلاشمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم، تک به تک باید بگیم. یعنی واقعا گفتن به هر نفری ممکنه یه ایمپکتی داشته باشه توی چند نفر دیگه هم با ما آشنا بشن. من خودم این پوسترها رو که میرفتم به این رو من میچسبیدم، دیدم خیلی اصلا اسم ما رو نشنیدن تا الان. برای من خیلی خوشحال شدم که حتی اگه نیان اینجا هم باز حالا با ما آشنا شدم.
و این خودش خیلی خوب بود. هدف اولیت و اصلا چه انگیزه‌ای باعث شد که شما به فکر تأسیس چنین نهادی بیفتید؟ البته سازمان وفات کانادا 11 سال، ولی پناهگاه وفا اگه منظورتون هست از سال 1383 ما افتتاح کردیم پناهگاه رو، و در اون موقع اولین پناهگاه حیوانات در ایران بود و خوشبختانه اون بذر باعث شد که الان تو همه شهرها و حتی بهگرده ها وجوده. ما الان رسکیو گروپ داریم، گروه های نجات و پناهگاه هایی که به حیوان ها کمک میکنند. اما اینکه چطوری شروع شد و اصلا این فکر به در من رشد کرد، این بود که قصهش خیلی جالبه. یعنی یه روز من نشسته بودم داشتم این مجله های مربوط به حیوانات رو ورق میزدم، خارج از کشور بودم، دخترم داشت درس میشد، تو آشپزخونه بودیم دوتاییم. گفتم که اسم دخترم آتوسا، دختر بزرگم. گفتم آتوسا جان ببینیم خارج از کشور چقدر کارهای خوبی میکنن برای این حیوانات، چرا ما هیچ کدوم از این فعالیت ها رو تو ایران نداریم؟ اینقدر حیوان مریض و گرسنه و بیمار و اینا این بر اون بر میبینیم و هیچ کس هم فعالیتی نداره در این حالت. ایشون پشتش به من بودش تعریف شد، مامان خود شما چرا شروع نمیکنی تو ایران؟ این اولین جرقه بود. یعنی اون سال من بعد از اینکه برگشتم به ایران دیگه این فکر دنبال کردم پیگیر، و اولش هم با حمایت حیوانات شروع کردم هم کاریم رو. دو سال بعدش دیگه پناهگاه وفا رو زدیم و تا امروز هم خوشبختانه ادامه پیدا کرد. چقدر در ایران با مقاومت روبرو شد کاری که شما میخواستین یه پناهگاه برای سگهایی که به هر حال سگهای ولگردی بودن، سگهایی بودن که رها شده بودن، چقدر با شما مقاومت کردن؟ با مشکل بود ایجاد چنین پناهگاهی؟ ببینیم به جای مقاومت بهتر بگیم تمسخر. یعنی واقعا کسی مقابلش نمیستاد، ولی همه میخندیدن اصلا به این فکر. اینقدر برایشون غریبه بود این فکر. ولی اگه منظورشون نهادهای دولتی هستن، واقعا هیچ کس نمیدونست چیه پناهگاه یعنی چی. بعد از این همه سال فعالیت در حال حاضر در دو تا پناهگاهی که در ایران دارید چند تا سگ نگهداری میشه و چند نفر در واقع مشارکت دارن در نگهداری و اداره این پناهگاه ها، از کارمندهای معمولی تا دامپزشک تا کسایی که به کارهای بهداشتی اینا میرسن؟ ما دو تا منطقه، دو تا پناهگاه داریم، یکی در هشتگاه یکی در غرب، مجموعاً از حدود 2000 سگ نگهداری میکنم. البته پناهگاه هشتگاه بزرگتره، حدود 1200 سگ داریم، در قزوین تعداد کمتره. در هشتگاه چون تعداد سگامون بیشتره، خب تعداد کارگرامون همینطور بیشتره. ما 5 تا کارگر داریم، یه دونه نگهبان شب داریم و یه مامور خرید، 7 نفر. ولی خود به اصطلاح مدیر پناهگاه خانم آزایی و آقای جوانپور که یکشون مدیر مالی هست و یکشون مدیر اجرایی پناهگاه هستن، اینا همه داوطلبانه کار میکنن. همه کسایی که ما بهشون حقوق میدیم همین کارگرا هستن و البته دامپزشک. در طول نزدیک این 20 سالی که شما در ایران دارین فعالیت میکنید، استقبال مردم رو به گسترش بوده، مردم بیشتر دارن استقبال میکنن، میان از شما سگ به جای اینکه برن بخرن میان در واقع اداپت میکنن، یا باز هم همون مسخره کردن ها و مقاومت ها همین ادامه داره؟ نه، اون روحیه که عوض شده. یعنی الان مردم واقعا خودشون خیلی خیلی توجه پیدا کردن به این مسئله حیوانات، و همطور که گفتم گروه های خیلی زیادی درست شده، پناهگاه های زیادی درست شده، از این بابت خیلی جای خوشبختیه. اما متاسفانه میدونید اینقدر نگهداری سگ در ایران با مشکلات زیادی مواجه هست که کسی استقبال نمی‌کنه باشه. اصولا ما واقعا چیزی به اسم پذیرش یا قبول سرپرستی نداریم. پناهگاه ما در اصل میشه گفت که یک محل دائمی برای اون سگ هست. اغلبشون تا وقتی بمیرن همونجا میمونن.
و علتش هم من واقعا مردم رو سرزنش نمی کنم، چون حالا یا به دلایل مذهبی به دلایل فرهنگی، حالا یه مقدارش اونه، ولی یه مقدارش مشکلاتیه که به صلاح مسئولین براش فراهم میکنن. و چون قانونی هم به نام قانون حمایت از حیوانات در ایران وجود نداره، دیگه هر کس هر کاری دلش بخواد میتونه با شما بکنه. یک موقع سگ شما دو تا پارس اضافه تر بکنه، میتونن شما رو از اون خونه اصلا پرت کنن بیرون. به همین دلیل استقبال آنچنانی متاسفانه برای سرگ قبول سرپرستی نداره.